نام خداوند بخشنده و مهربان با بابا با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید مسلم شیرزاد در صفحه رسمی فیسبوک از چنین نگاشته است سخنگوی ولی میدان وردک و تلویزیون شمشاد تفنگداران علیپور بار دیگر شام دیروز در بهسود بالای پازگاه نیروهای پلیس حمله کردند که در نتیجه چهار پلیس را زخمی و دو پلیس دیگر را با رنجر و مهمات با خود بردن. کشته شدن دو نیروی پلیس و چهارده جنگجوی طالبان در سمنگان در پی حملات طالبان بر مواضع نیروهای دولتی در ولایت های سمنگان دو نیروی پلیس کشته شدند در ضد حمل نیروهای دولتی نیز چهارده جنگجوی طالب از پا درآمدند عبدالمنیر رحیمی سخنگوی فرماندهی پلیس سمنگان اعلام کرد که این حملات طالبان شب گذشته شنبه پنگی میزان در ولسوالی های در ری صوب پایان و فیروز چخچر این ولایت انجام شده است و گفته رحیمی این حملات طالبان پس از چند ساعت درگیری و با کمک نیروهای هوایی دفع شده است سخنگوی پلیس سمنگان می افزاید در ضد حمله نیروهای دولتی چارده جنگجوی طالبان به شمول پنج فرمانده کلیدی این گروه کشته و دوازده طالب دیگر زخمی شدند طالبان هنوز در این مورد چیز نگفتند. در روزهای اخیر و همزمان با مذاکرات صلح قطر خشونت و حملات طالبان افزایش یافته است گفته می شود که مذاکرات صلح قطر نیز به دلیل بروز اختلافات در مورد کار شیوه آن متوقف شده است طالبان حقوق شیعیان در بحث قانون اساسی جدید مطرح می شود همزمان با اروز اختلاف ها در مورد طرز عمل مذاکرات صلح در قطر یک از ارشد مذاکره کننده طالبان میگوید ما پس حقوق شیهان در افغانستان زمان مطرح می شود که مذاکرات به مرحله بس بر سر قانون اساسی جدید افغانستان برسد خیرالله خیرخواه خیرخوا عضو ایت مذاکراتی طالبان در یک گفتگوی رسانهای گفته است ما میخواهیم برای طرز عمل مذاکرات یک اساس را بگذاریم که اگر اختلاف در جریان مذاکرات پیش آمد در چارچوب شریعت اسلامی و بر اساس مذهب حنفی حل شود این مسئله مشکل برای شیعه ها به وجود تبی آورد به گفته آقای خیرخوا مسائل مربوط به احوال شخصی شیعیان وقت مطرح می شود گروه قانون اساسی بحث شود گفته می شود آیت طالبان مبنای فقه حنفی و سند توافق صلح را که این گروه قبلا با امریکا امضا کرده در مذاکرات مطرح کرده که با واکنش آیت افغانستان موجه شده است بر این اساس گزارش نیز اختلاف منجر به توافق و مذاکره شده و باعث گردیده که تا اوگنون طرز عمل آن نهایی نشود آیت افغانستان همچنین به طالبان حفظ حقوق و آزادی های مذهبی شیعیان و سایر اقلیت های مذهبی را پیشنهاد داده است هنوز پاسخ رسمی از جانب طالبان به آیت افغانستان دادن نشده است در همین حال تلاش برای مورد اختلافی در مذاکرات صلح آغاز شده است قرار است در آینده نزدیک عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی به اسلام آباد سفر کند و در زمینه مذاکرات صلح با مقامات پاکستانی صحبت کند گفتنی است که مراسم افتتاحی مذاکرات صلح دو هفته پیش در قطر برگزار شد با گذشت این مدت هنوز کار شیوه گفتگوهای رسمی ترتیب نشده است سفرهای عبدالله عبدالله به منطقه آیا او ابتکار عمل را در دست خواهد گرفت؟ هشت صبح سفر دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی به پاکستان مایی نگرانی ارگ ریاست جمهوری افغانستان شده است عبدالله عبدالله به دعوت امران خان صدر پاکستان بامداد دوشنبه به اسلام آباد می رود ارگ پیش از سفر رئیس شورای مصالحه ملی به پاکستان در تماس تلفنی با صدر اعظم پاکستان از وی به کابل دعوت به عمل آورد امرهان خان پس از تماس با اشرف در تیویت نگاشته است که عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان هفته جاری به پاکستان میآید سفر رئیس شورای مصالحه ملی به پاکستان و نگرانی ارگ ریاست نشان می دهد که انوز سایه سنگین منعزع انتخاباتی سیاسی در کابل حکم فرما است منابع می گویند که عبدالله عبدالله شخصتان تلاش دارد ابتکار عمل را به دست گرفته و دیپلماسی منطقه در محور صلح افغانستان را رهبری کند وای پس از سفر به اسلام آباد به دهلی، تهران، انقره، بیجینگ و تاشکند خواهد رفت. تا اجماع منطقه ای در باری صلح افغانستان را احیا کرده و حمایت کشورهای منطقه از مذاکرات بین‌المللی را به دست آورد. برخی کشورهای منطقه به ویژه هند، ایران، روسیه و چین از مذاکرات جاری در دهه ناراضی عبدالله عبدالله تلاش دارد که نگرانی های کشور را مرفوع ساخته و اعتماد و همسویی آنان را رو در روند صلح کسب کند. همزمان با تلاش در راستای همگرایی منطقه‌ای در روند سال اختلافات میان قشر سیاسی در داخل کشور اوج گرفته است محمد اشرف و عبدالله عبدالله نامزد انتخابات سال 2019 ریاست جمهوری پس از برپایی مراسم تحلیل و درگیری چند ماهی انتخاباتی با امضای موافقت نامه به درگیری ها نقطه پایان گذاشته و به تقسیم وظایف و کرسی های دولتی پرداختند بر اساس توافق نامه رئیس جمهور غنی عمر حکومتداری را بر عهده گرفت و عبدالله عبدالله مسئولیت پیشبرد و رهبری پروسه صلح را عهده شد در نخستین گام مشخص شد که غنی اراده عملی سازی مفاد توافقنامه سیاسی ندارد او خلاف توافقنامه سیاسی با فرمان اعضای رهبری شورای مصالحه را منصوب کرد بلافاصل عبدالله فرمان رئیس جمهور را رد کرد و گفت که شورای مصالحه نهاد حکومتی نیست که با فرمان رئیس جمهور تعیین شود رئیس جمهور شمار از مشاوران نزدیک عبدالله عبدالله را از رهبری شورای مصالحه حذف کرده بود فرخانده زهرا نادری سید اسحاق گیلانی و مولوی شهزاده شاهد افراد بودند که از فهرست حذف شده بودند برخی رهبران سیاسی به ویژه حامد کرزی و گلبولین حکمتیار نیز عضویت در شورای مصالحه را نپذیرفتند این مسئله اختلافات میان دو چهره سیاسی را ورده مرحله تازه ای کرد سفر رئیس شورای مصالحه به و سخنرانی در مراسم افتتاحی مذاکرات بین با اختلافات غنی و عبدالله عبدالله سنگ تمام گذاشت رئیس جمهور غنی مخالف حضور رئیس شورای مصالحه در نشست بین بود اما به دلیل اصرار جامعه بین المللی عبدالله عبدالله در مراسم افتتاحی شرکت کرد در کنار عبدالله عبدالله حنیفه اتمر سرپرست وزارت خارجه نیز حضور داشت ارگ ریاست جمهوری در نظر داشت که در کنار دکتر عبدالله عبدالله حنیف ادمر به نمایندگی از ایت افغانستان در مراسم افتتایه سخنرانی کند اما وقت طالبان با سخنرانی ادمر مخالفت کردند ارگ تلاش ورزید که عبدالله عبدالله به نمایندگی از حکومت متن آماده شده ای ارگ و وزارت خارجه را قرائت کند اما عبدالله عبدالله گفت که مامور ارگ نیست و به نمایندگی از شورای مصالحه صحبت نخواهد کرد حنیف ادمر ماموریت داشت که از پروبال زدن عبدالله عبدالله در دوحه جلوگیری کند ادمر توانست نشست مشترک نمایندگان افغانستان طالبان و ایالات متحده امریکا را لغو کند وی همچنان توانست از حضور رئیس شورای مصالحه و رئیس دفتر سیاسی طالبان در کنار وزرای خارجه امریکا و قطر در رهبری مذاکرات جلوگیری کند این مسئله موجود شد که وزرای خارجه روسیه و ایران از سخنرانی در مراسم افتتاحی اجتناب کند اما حتمر در ماموریتش ناکام و تحت شوهای عبدالله عبدالله در دوها ناپدید گشت سپاس که تا این با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید